من میدونستم که چقدر سخته یه هنرمند رو بهش بگی نخون. از خواننده میخوام براتون بخونم که به نظر من بهترین خواننده زن ایران بوده هست و خواهد. هیچ وقت حس دوری رو نمیکردم ازشون، برای اینکه همیشه احساس میکردم قسمتی از فرهنگمون، از زندگیمون بودن. انقدر مادر پدرم طرفداری میکردن از ایشون که اصلا من فکر نمیکردم که ایشون ایرانن. یعنی این احساس نزدیکی رو بهشون میکردم. بعد که خب یواش یواش بزرگتر شدم متوجه شدم که نه، وضع اینه که موزیک، این موزیکی که من انقدر لذت میبردم ازش، موزیکی بود که قبل از سال 79 ایشون خوندن درست کردن و من خیلی احساس غمی بهم دست داد. گفتم این هنرمند به این نابی چجوری هنرش از ما گرفته شد. به بخش احساساتی شدم. یادم زویا آخرین بار به هم گفت نمیای، من دارم میرم. گفتم نمیتونم. زویا برگشت به من گفت میدونی چیه؟ هیچ وقت یادم نمیره این حرفشو. گفت زمان پروازت نرسیده. همه رفتن، همه رفتن، همه با هم، همه جز خاطر و یاد. اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. به پناهگاه برویم. شاید یکی از دلایل در اوج ماندن گوگوش 20 سال 22 سال موندن تو ایران بود. جنگ رو دیده، گرفتاری رو دیده. این 20 سال بودنش، ماندنش، حبس بودنش، در قفس بودنش یا خواستنش در ایران بود، این نوعی همدلی داد به ایرانی ها. ما اوایل خبر رو از ایرانی های داخل ایران میگرفتیم، چون اینجوری نبود که خبر سوشال میدیا وجود نداشت که مثلا میگفتیم حالش چطوره چطوره. مثلا میگفتن بعضی وقتا برای دوستاش میخونه، خوبه، حالش خوبه، زنده است، همه چی خوبه. تا سال 1986 تماس داشتیم. یه دو سه نفر بودیم که با گوگوش تماس تلفنی داشتیم. بعد گویمش که تلفن ایشون عوض شد و تماس ما قطع شد. اونجور که معروف شد، اینقدر از جوانی خوند و مردم میشناختنش در ایران و متاسفانه بعد از این اتفاقات افتاد. چندین سال اصلا نتونست بخونه. من نمیدانم قضاوت یه صدایی رو ضبط کرده بودن که صدای گوگوش بود. خونه بودن با رفقا و دوستاش
نشسته بودن دور هم که مردم گفتن واو این از کجا آمد و چجوری بود اون زمان. در هر حال همیشه در ذهن مارتی گوگوش بود، بر همون 21 سالی که همدیگر رو نمی‌دیدن. تنها کسایی که تلفنی در ارتباط بودم شهرام شب‌پره بود، حسن شمایزاده به هم زنگ زد و مارتیک. هر از گاهی مارتیک مثلا می‌دیدیم خیلی خصوصی می‌گفت باش صحبت کردم، مثلا یه چیزایی می‌گفت. برای ما هم خیلی جالب بود که ببینیم گوگوش داره چیکار می‌کنه. همیشه یادش بود، همیشه روی استیج ها یادش میکردیم، همه خواننده‌ها میکردن، اکثر خواننده‌ها میکردن. منظورم هنرمند ارزنده خواننده بسیار خوبمون گوگوش. ترانه‌های گوگوش در لس آنجلس در عرض 20 سال مخصوصاً ای بی یه سی دی از گوگوش زد. یک بارم ابی به هم زنگ زد، محبت کرد، از من پرسید که میخواست یکی از ترانه های منو بخونه. من چون خودم ایشون رو قلبن دوست دارم، هم صداشون رو، هم خودشون رو، هم هنرشون رو، این اجازه رو به خودم دادم که بتونم این چند تا آهنگ رو از ایشون بخونم. این لطفش بود که پرسید برای یه آهنگ، اما بعدن یک آلبوم منتشر کرد. و با اون سی دی بسیار موفق شد کار ایبی. از 10-11 تا اکثر ترانه‌هاشو خوند. کوچیکی رو انتخاب کردیم. جای گوگوش رو هیچکی برای من نمیتونه بگیره. من همیشه گفتم، همه جا هم گفتم. گوگوش از نمبر 1، همیشه هم بوده نمبر 1. به همین سادگی. و همیشه این فکر بود که بالاخره یه روزی برمیگرده. فکر نمی کردم چه اونم مثلا رژیم عوض شه یا اتفاقاتی بیفته، ولی به گوگوش بیشتر فکر می کردم. من از تلویزیون شنیدم. ما تازه فعالیت های 24 ساعت و ماهواره ایمون رو شروع کرده بودیم. یادم تو خونه قبلیم روی مبل نشسته بودم. خیلی خوشحال شدم ولی برام عجیب بود. من هم تو داشتم رو مبل گریه میکردم، خیلی تاثیر عجیبی داشت. اون موقع دفتر من در جایی بود که تلویزیون پارس هم اونجا بود. من 6 صبح تلویزیون پارس بود. شاید مثلا یه 10 روز، 5 روز، شاید زودتر از دیگر رو فقط شنیدم. من از طریق مجله جوانان وقتی که عکس رو دیدم، من اصلا باورم نمیشد. خیلی خبر بزرگی بود دیگه، همه شوک شده بودن. خیلی بود، کسی باورش نمیشد. 3 حادثه بود توی بچگیم که خیلی روم اثر گذاشت و هنوز مثل روز برام روشنه که چه احساسی به هم دست داد. اولیش مرگ خمینی بود. باید رژیم به هم بخوره. قتل فرخزاد بود. خمینی نتونستی از پس زبون من ببیاد، تو مقای بر بیاد. و بازگشت گوگوش. خبر میرسه گوگوش از ایران اومد بیرون. اون موقع شهره آقداشلو برنامه داشت. من خوب یادمه ظهر بود، 12:01 شهره اومد طرف آفیس ما، گفت گوگوش خارج شد از ایران، الان هواپیماش کانادا به زمین نشست. آمد آمد بارتان چی شد؟ آمد آمد. چی؟ گوگوش؟ راست میگی؟ واقعا گوگوش اومد بیرون؟ این سرقت خبرها میشه. فکر میکردم دوباره برش میگردونن، نمیدونستم که برای همیشه اومده بیرون. نمیتونستم قبول بکنم. من که خیلی بیست سر و صدا، یعنی اصلا هیچ چیزی مشخص نبود. شنیدید
شبی که توی فرودگاه مهرآباد بودم میتونم بگم واقعا از ترس تمام اعضای بدنم فریز بود. نمیدونستم اصلا باید چیکار بکنم. یه کسایی هم بودن که کارا رو انجام میدادن، چمدونا رو میبردن و پاسپورت ها رو. ولی توی فرودگاه وقتی که داشتم میرفتم که پاسپورتم رو تحویل بگیرم، اصلا نمیدونستم چه اتفاقی قراره بیفته. چون یک بار قبلا توی فرودگاه پاسپورتم رو ازم گرفتن، سال 58. بعد از اون هیچ وقت پاسپورتم رو بهم تحویل ندادن و همش هم گفتن یا باید بری نخست وزیری پاسپورت رو بگیری، که رفتم نشد. بعد گفتن که بدهی به وزارت دارایی داری، باید اونو پرداخت کنی، که من نداشتم وزارت دارایی. اصلا یه چیز مسخره‌ای بود. در هر حال پاسپورتم رو وقتی بهم دادن باور نمی کردم. وقتی سوار هواپیما شدم من باور نمی کردم که گوگوش اومده. من که آخرین باری که رفت من خداحافظی کردم باش، گفت من چون میرم برمیگردم تا چند ماه دیگه. چند ماه شد؟ 20 سال. گوش رها شد، این پرنده از قفس آزاد شد. آیا میتونه بخونه؟ هنوز خواننده است، گوش میکنه صداش بشه. فقط ما ببینیمش، فقط ما بیاوش ببینیم. 20 سال مردم در انتظار بودن، از جنبه های مختلفش اینو بررسی کرد. از جنبه سیاسیش بخوای نگاه کنی یک دهنکجی است به اونچه که وجود داره. از نظر اجتماعیش بخوای نگاه کنی مردم خب سالها منتظر بودن، خاطرات دارن، اینا همه هست. تمام مدت چشمم به در هواپیما بود که الان میان و منو میبرن. درو بستن، این اتفاق نیفتاد. گفتم حتما میان جلوی پرواز هواپیما رو میگیرن. اینقدر توی مخیله من تصویرهای غیر واقعی داشت، همینجور جریان داشت، که فکر میکردم الان میان هواپیما رو میشونن. یعنی میگن دارید مثلا یه مجرم میبرید بشین. و وقتی که از هوای ایران خارج شد و اعلام کردن، من نفس راحت کشیدم و این روسری رو کندم. نمیتونم بگم، یعنی تعریف نمیتونم بکنم، به زبون نمیاد. که از مملکت خودت رسیدیم به آمستردام.
میتونم همه راستشو بگم؟ داستان خیلی جالبه. آقای شاهرخ ریحانی که از اسپانسرهای ما در کانادا هستن به من زنگ زدن. ما همیشه درباره گوگوش با هم دیگه صحبت میکردیم، دلمون میسوخت. شاهرخ خیلی گوگوش رو دوست داره، به من گفتش که گوگوش داره میاد بیرون و میخوام که با صدای تو این اعلام بشه. و گفتم با کمال میل، ولی اجازه بده یه کاری بکنیم. روزی که دستت توی دستش بود خارج از کشور به من زنگ میزنی میگی شهره من و گوگوش اینجاییم، من نوار رو آماده میکنم، همه چی رو با آقای کاردان رفتیم توی استودیو همه چی رو آماده کردیم، گفتم من نوار رو آماده میکنم ولی با خودم میارم خونه چون میترسم که این اتفاق نیفته و من اینو پارس بذاره و بعد من بگن شهره دروغ گفته. اینا ساعت 4 صبح به من زنگ زد. رسیده بودن اروپا و گفت ما اینجاییم. و توی امستردام من زنگ زدم به کامبیز به پسرم. اون روز تولد 2 سالگی دارا بود. برای اینکه تولد دارا رو که نومه به کامبیز تبریک بگم تلفن زدم و گفتم کامبیز جان کادوی من برای تولد پسرت اینه که من از ایران خارج شدم و دارم میام طرف شما. گوگوش has been allowed to leave Iran for a world tour. فقط ما ببینیمش، فقط ما یواش ببینیم. سالها منتظر بودم، خاطرات دارم، اصلا باورم نمیشه. She's just the best. I can't explain. She is a cultural icon who's been forced to live in silence for more than 2 decades. از خودش یک اثری به جا گذاشت که یک باره کنسرت های ایرانی شخصیت پیدا کرده. پشت ما کوه، نمی لرزیم، نمی یفتیم، نمی دازیم. خلاصش اینه کسایی که کار خوب میکنن، کار مثبت میکنن، خوشحالی و خوشبختی برای مردم میارن، اینا هیچ وقت از بین نمیرن، همیشه در یاد مردم هستن و باعث خوشبختی و افتخاری که خب گوگوش این خواننده‌ای که از 3 سالگی شروع کرد، امیدوارم که میگه برای شماها خوندیم، برای بچهاتون خوندیم، برای نوهاتون خوندیم، برای نتیجهاتون میخونیم، ان شاء الله به اونجا هم برسیم. خوب شد که برگشت. اگر بر نمیگشت یه چیزی همیشه در خاطرات مردم به عنوان یک طلبکاری، به عنوان یک از دست دادن توی ذهن مردم میموند و برای خود ایشون هم بسیار اگر نمیتونست بیاد واقعا یک حسرت برای همیشه در وجود ایشون میموند. دوست داشتم، دوستم داشتی، منو کشتی، دوباره زنده کرد. افتخار همه ایرانی هست. عکسشون رو از زمانی که تینیجر بودم جمع کردم.
به یاد ایران افتادم. دختر ایرانه، بچه‌مونه. به همین خاطری که میگم من به عنوان فائقه آتشین سعی میکنم که مواظب گوگوش باشم. حالا نمیدونم تا چه حد تونستم به این وظیفم عمل بکنم. خوشحالم که اومدم از یه لحاظ، از یه لحاظایی خوشحالم که اومدم که تونستم به سرزمین استعدادی خودم برسم که اون صحنه است. من آدم صحنه‌ام، من بچه صحنه‌ام. من از 3 سالگی رو صحنه بودم، 21 سال از سرزمینم جدام کردن. و من برگشتم به صحنه، اما در ازاش سرزمین دیگه ای رو از دست دادم، یعنی سرزمین مادری ما از دست.